سرخط خبرها. از پایان کرونا در نیوزیلند تا قرنطینه مسافران در بریتانیا، در ایران وضع 9 استان همچنان نگران کننده است. گفتگوی نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر درباره مذاکرات بین افغانی. سلمای خلیزاد بعد از دیدار با ملا برادر به کابل می رود. وعده مقام‌های محلی مینیاپولیس درباره انحلال پلیس شهر در پی مرگ جورج فلوید. کنگره آمریکا اصلاحات اساسی در نیروی انتظامی را بررسی می‌کند. با کووید 19 به نظر میاد که ویروس داخل کلیه میره و حمله می‌کنه به کلیه. و جواب سوالات شما درباره خطرات کرونا برای بیماران کلیوی. سلام، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز دوشنبه 19 خرداد از تلویزیون فارسی بی بی سی. تعداد جان باختگان بر اثر کرونا در جهان از 400 هزار نفر گذشت. طبق آمار رسمی تا به حال بیش از 7 میلیون مبتلا هم شناسایی شدند. در افغانستان موارد ثبت شده به حدود 21 هزار نفر رسیده. در ایران هم وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و 8 استان در حالت هشدار قرار دارند. با این حال وزارت بهداشت گفته شیوع کرونا رو به افول است. وخامت اوضاع اقتصادی موجب شده در بسیاری از کشورها کسب و کارها و اماکن عمومی بازگشایی بشن. فرین عاصمی گزارش میده. I did a little dance. نخست وزیر نیوزیلند، زنی که یکی از موفق‌ترین سیاست‌ها در مقابله با کرونا را داشته، میگوید به خاطر این پیروزی کمی هم رقصیده. نیوزیلند اعلام کرده که موارد ابتلا به کرونا در این کشور به صفر رسیده. نیوزیلند در سیستم 4 مرحله‌ای اعلام شده، حالا به مرحله 1 برمیگردد. در این مرحله مرزهای این کشور بسته میمانند، اما فاصله گذاری اجتماعی دیگر اجباری نیست و مردم برای دور هم جمع شدن محدودیتی ندارند. امروز هیچ مورد فعالی از کرونا در نیوزیلند وجود نداره. ما حدود 40 هزار نفر را در 17 روز گذشته تست کردیم و نتیجه آزمایش هیچ کدام مثبت نبود. 12 روزه که هیچ کس به خاطر کووید 19 در بیمارستان نیست. از 40 روز پیش تا حالا موردی نداشتیم که داخل کشور مبتلا شده باشد. اما برخلاف نیوزیلند، بعضی از کشورها در میانه راه مبارزه با کرونا هستند. بریتانیا یکی از آنهاست. از امروز مسافرانی که به بریتانیا میآیند 2 هفته قرنطینه خانگی میشوند. تصمیمی که انتقاد شرکت‌های هواپیمایی را به دنبال داشته. شرکت‌هایی که از زمان آغاز شیوع کرونا خسارت‌های زیادی دیدند. بر اساس قوانین جدید، کسانی که قرنطینه را رعایت نکنند، 1000 پوند معادل تقریباً 1300 دلار جریمه خواهند شد. کشمیر بیش از 600 مورد جدید ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته ثبت کرده. آمار کل مبتلایان در این منطقه حدود 4000 نفر است. در چندین شهر هند، مراکز خرید و عبادتگاه ها بازگشایی شدند. بازگشایی این اماکن در حالی صورت گرفته که به گفته وزارت بهداشت هند، تعداد کل مبتلایان ثبت شده در این کشور به بیش از 250 هزار نفر رسیده. هفته گذشته نزدیک به 10000 نفر مبتلا در یک روز گزارش شد. در مقدونیه شمالی که نگرانی از شروع پیک دوم وجود دارد، مقررات منع عبور و مرور برقرار شده. وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 101 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. بیشترین آمار ابتلا در مقدونیه نزدیک به 2 ماه پیش و حدود 107 نفر در یک روز بوده. در افغانستان تعداد موارد ثبت شده به حدود 21 هزار نفر رسیده. وزارت صحت افغانستان گفته در 24 ساعت گذشته بعد از آزمایش بیش از 900 نفر 575 مورد ابتلا شناسایی شده. تا به حال در افغانستان 369 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمد برای 3 ماه دیگر تمدید شده، اما کمتر کسی این محدودیت‌ها را رعایت می‌کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا ظهر دوشنبه 173832 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. 8351 نفر جان خود را از دست دادند و 136360 نفر بهبود یافتند. بعضی از مقام‌های پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر گفته بودند آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
وزارت بهداشت خوزستان را همچنان در وضعیت قرمز قرار داده. هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان رضوی هم در وضعیت هشدار قرار دارند. با این حال، سخنگوی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته با توجه به کاهش موارد بستری به علت کرونا، این ویروس در ایران در حال افول است. پزشکان اما از احتمال شروع پیک دوم کرونا در ایران خبر دادند. فرین آسمی، بی بی سی. سلمان خلیزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در ادامه سفرش به منطقه با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته هدف از سفر آقای خلیزاد زمینه سازی برای مذاکرات بین افغانی است. دولت افغانستان هم گفته رهایی زندانیان گروه طالبان همچنان ادامه دارد. همکارم روین رهنوش از کابل با ما هست. روین، کمی از سفر آقای خلیزاد بهمون بگو. دیدارهاش قراره در پی این دیدارها قراره کجا بره و چه گفته شده در از جزئیات دیدارهاش؟ این دوره سفر به زلمه خلیلزاد سه روز پیش آغاز شده. آقای خلیلزاد به اسلام آباد رفته و با مقام های پاکستانی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده. انتظار می رفت که از اسلام آباد به کابل سفری داشته باشه و با رهبران مقام های دولتی هم در این مورد گفتگو بکنه، که دوباره به قطر رفت. آقای خلیلزاد در این سفرش با ملا برادر، رئیس تیم مذاکره کننده گروه طالبان، دیدار و گفتگو کرده و همونطور که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته در این سفر آقای خلیلزاد را جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هم همراهی میکنه. وزارت خارجه آمریکا گفته که هدف از این سفر آقای خلیلزاد رسیدن به توافق بین افغان هاست، که منظورش دولت و طالبان هست. همینطور گفته شده که در این سفر گروه طالبان، البته گفته که در این سفر آقای خلیلزاد با ملا برادر در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی و رهایی زندانیان طالبان صحبت کرده. یک منبع هم به بی بی سی گفت که قرار است که مذاکرات بین الافغانی در 11 ماه جون، یعنی تا 3 روز دیگر، برگزار شود. قبلا دولت که تیم مذاکره کنندش را تشکیل کرده و همینطور گروه طالبان هم چند بار تا به حال اعلام آمادگی کردند. این منبع میگه که قرار است که در نشستی که برگزار شود، در مورد نشستی بعدی و اجندای این نشست تصمیم گیری شود. او همینطور گفته که به نظر میرسه که رهایی 5000 زندانی گروه طالبان هم تا پیش از آغاز نشست بین الافغانی تکمیل شود، که با توجه به تجربه که دولت در رهایی زندانیان طالبان داشته اندک مشکل به نظر میرسه، چون دولت یک بار رئیس جمهوری فرمان رهایی 1500 زندانی طالبان را صادر کرد، بعد هم 1000 زندانی آزاد شد، دوباره دستور رهایی 2000 زندانی را داد که 900 نفر در روز عید رها شدند و در چند دسته دیگر هم رها شدند. امروز هم یک منبع دولتی گفت که تعدادی از زندانیان گروه طالبان دیروز و امروز آزاد شدند. این رهایی زندانیان طالبان همونطور که میدانیم طبق توافقنامه آمریکا و طالبان هست. از طرف هم در کشاکش نبرد جنگ و صلح افغانستان، روین رهنوش همکارم از کابل با ما در بخش بعدی خبری، امیدوارم بتونیم بیشتر در این مورد با تو صحبت بکنیم. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در نیوزیلند محدودیت هایی که برای مهار کرونا وضع شده بود از امروز برداشته شد. در بریتانیا هم مسافرانی که از خارج بیایند باید 2 هفته در قرنطینه باشند. نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر درباره مذاکرات بین افغانی گفتگو کردند. در ادامه این برنامه، سوئد مأمنی برای توریست‌های فراری از محدودیت‌های کرونایی. اکثر اعضای شورای شهر مینیاپولیس آمریکا پلیس این شهر رو غیر قابل اصلاح خوندن و گفتن که اون رو منحل خواهند کرد. این وعده که بسیار کم سابقه است در واکنش به اعتراضات گسترده‌ای بود که پس از کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست، هنگام بازداشت توسط پلیس اتفاق افتاد. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح تازه‌ای برای ایجاد اصلاحات اساسی در نیروی پلیس ارائه کنه.
همکارم کامیز فتایی از واشنگتن با ما هست. کامیز، این صحبت از انحلال پلیس مینیاپولیس به چه معناست؟ آیا این به این معنا خواهد بود که این شهر پلیس نخواهد داشت؟ در کوتاه مدت نخیر، و همین بعضی از اعضای شورای شهر هم گفتن اینطور نیست که بخوان حالا همین الان منحل کنن و شهر بدون پلیس بشه. منتها دو چیز رو براش تاکید دارن، یکی این که پول و بودجه پلیس شهر رو میخوان حداقل بخشش رو به سازمانهای دیگر، نهادهای مدنی و اجتماعی منتقل بکنند، و همینطور اون چیزی که صحبتش هست این است که آغاز روند بررسی این مسئله که چه چیز یا چه نهاد یا چه پلیسی به چه شکلی باید جایگزین اداره پلیس فعلی بشه که با اتهام نجات پرستی مواجه هست. همینطور دادستان فدرال در این ایالت هم اتهام نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک، نجات پرستی سیستماتیک رو علیه این اداره متهم کرده. در یک چنین شرایطی است که شورای شهر گفته که دیگر این نهاد، این اداره قابل اصلاح نیست، اداره پلیس شهر، و میگن که در پی این هستن که یک الگوی جدید ایمنی عمومی رو میخوان در شهر پیاده بکنن. البته میشه گفت صحبت از وعده کلیات داده، جزئیات رو خودشون رو هم هنوز نمیدونن. صحبت از این میکنن که کنگره چه میدونیم، طرحی که قرار هست دموکرات‌ها برای اصلاح ساختار پلیس ارائه کنن. خب 4-5 موردش رو تقریبا اعلام کردن، مشخص هست. یکی این که مسئولیت قضایی پلیس رو میخوان کاهش بدن، بنابراین میخوان این امکان رو ایجاد کنن برای شهروندان که راحت تر از پلیس شکایت کنن به دادگاه ها. دیگر گرفتن غرامت از پلیس، از غرامت مالی که سخت‌تر هست، این رو هم میخوان آسان‌تر بکنن. مسئله دیگر ممنوع شدن یک سری شگرد‌های خشن پلیس هست که باعث مرگ افراد میشه، از جمله جورج فلوید. و مسئله دیگر کاهش احتمالی بودجه هست که دارن بررسی میکنن. یکی دیگر از گزینه‌هایی که داره مطرح میشه این است که ایجاد یک بانک اطلاعاتی هست برای شفاف‌سازی که در سطح ملی ایجاد بشه، که موارد تخلف پلیس رو در اونجا بیان بیان بکنن و شفاف سازی بکنن. و به هر حال این رو باید اضافه کنم که وزیر دادگستری آمریکا و دولت آقای ترامپ چندان نظر خوشی به این طرح نداره. طرح دموکرات‌ها هست هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای آمریکا. اینکه چقدر جمهوری خواهان یا دولت بخواد در برابر اون مقاومت کنه مسئله ای است که باید ببینیم در روزهای آینده باهاش مواجه خواهیم شد. ممنون از وقتت کامیز. کامیز فتایی همکارم از واشنگتن با ما. تعدادی از مخالفان حضور زنان در ورزش‌های زورخانه‌ای دیروز جلوی یک زورخانه در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا گفته که آنها جمعی از پیشکسوتان ورزش‌های زورخانه‌ای و طلاب بودند. معترضان اقدام فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای برای حضور زنان را لکه ننگ بر کارنامه مسئولان توصیف کردند. بیشتر رئیس فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای درباره پیگیری زنان برای راه‌اندازی این رشته گفته بود. اونها از نظر شرعی هم فتوای مراجع رو برای حضور در این رشته گرفتند. مریم افشنگ همکارم از لندن با ما هست. مریم، انتشار یک عکس هم از حضور زنان در شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا کرد در حالی که در به زورخانه رفته بودند. کمی به اون بگو این جنجال از کجا شروع شد؟ ماجرا اینه که در واقع زنها سالهای زیادیه که به دنبال اجازه ورود به زورخانه و ورزش زورخانه‌ای هستند، و گزارشی سالها پیش، نزدیک 13 سال پیش توی آذر ماه در سال 86 روزنامه اعتماد منتشر کرد با این عنوان که با تایید دفتر آقای مکارم شیرازی زنان هم وارد گود زورخانه میشوند. و در واقع توی اون فتوا آقای مکارم شیرازی گفته بود که اگر ورزش به صورت مختلط نباشه از لحاظ شرعی مشکلی وجود نداره. از لحاظ قانونی هم کلن در قانون جای ثبت نشده بوده که زنان اجازه ندارن، ولی در هر حال هستند عده‌ای که معتقدند که فضای زورخانه فضای مردانه و مقدسیه، معتقدند که نفس زدن زنان در فضای زورخانه حرامه. حتی اشاره میکنن به عادت ماهانه زنان و اینکه زنان در اون زمان نباید وارد محلی که انقدر مقدسه بشن. از جمله دیروز تعدادی از نمایندگان نیروهای مسلح و طلاب، همونطوری که گفتی، در
زوجخانه شهید عراقی تهران تجمع کردند و اعتراضشون رو به حضور زنان در زوجخانه در واقع اعتراضشون هم البته این نیست که اونها داخل گود نرن، بلکه اینه که اونها بیرون گود فعلا فقط نشستن و تماشا کردن. اصلا میگن که زنان نباید وارد بشن. بیانیه منتشر کردن، در اون بیانیه دارن میگن که اصالت این ورزش متکی بر حضور پهلوانان و مردان به گفته اونها راستین عرصه مردانگی و فتوت و سابقه حضور زنان در زورخانه اصلا مطلقاً وجود نداره و این همونطور که باز تو گفتی باعث، یعنی اونطوری هم که توی بیانیه نوشتن، باعث ایجاد لکه ننگ عظیمی بر کارنامه مسئولانه. گفتن که اعطا و صدور مجوز نواختن زنگ زورخانه به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و اعطای نشان پهلوانی به زنان چیزی به جز هتک حرمت و بی‌اعتنایی به پهلوانان و سخره گرفتن آداب و رسوم ورزش زورخانه‌ای نیست. در هر صورت مثل هر چیز دیگه‌ای باز حضور زنان در یک جاهایی بحث برانگیزه، چالش برانگیزه و تا قبول بشه که در هر صورت زنها هم میتونن وارد ورزش‌هایی مثل ورزش زورخانه‌ای بشن، گویا باید مثل اینکه از هفت‌خوان رستم بگذرن. ممنونم ازت مریم افشنگ، همکارم از لندن. با ما از آغاز شیوع کرونا در اروپا، سوئد هیچ مقررات و محدودیتی در این باره وضع نکرد و همه رستوران ها و مغازه ها باز بودند. بی بی سی مطلع شده که در این مدت با وجود هشدارها و محدودیت های جهانی برای خودداری از سفرهای غیر ضروری، عده زیادی توریست برای نوشیدن آبجو و اصلاح موی سر به سوئد رفتند. گزارشی ببینیم از مری سرج. تابستان حالا دارد به استکهلم میرسد، اما فقط مردم محلی نیستند که از تابستان سوئد لذت میبرند. وانا مارکو 3 ماه پیش از لندن به استکهلم آمد، یک روز بعد از آن که دولت بریتانیا از مردم خواست سفرهای غیر ضروری نکنند. اینجا شرایط زندگی عادیه و این به من اجازه میده تا با فرهنگشون آشنا بشم و جاهای مختلفی رو ببینم. اگه از نظر جسمی و سلامتی مشکلی نداریم، چرا نباید بتونیم سفر کنیم؟ اوایل شروع محدودیت‌های جهانی، هتل‌های سوئد از کاهش مشتری خبر داده بودند. ماه گذشته 1/5 اتاق‌های هتل‌ها مسافر داشتند که اکثرشان سوئدی بودند، ولی بین آنها مسافران خارجی هم دیده می‌شدند. من ازشون نمی‌پرسم چرا میان اینجا یا چطوری میان. همه ما انسانیم. به خاطر همین دوست داریم سفر کنیم و آزاد باشیم. خیلی از پروازهای سوئد از 3 ماه پیش لغو شده بود، اما بزرگترین خط هوایی اسکاندیناوی از ماه پیش پروازهایش بین سوئد و بعضی از کشورهای خارجی را از سر گرفته، از جمله به لندن. دلیل اصلی سفرم به سوئد دیدن دوست دخترم بود. راستش با شرایطی که اینجا هست بیشتر هم نظرم تا با محدودیت‌ها در بریتانیا و لندن. میدونم دلیل سفرم از نظر بعضی ضروری حساب نمیشه، ولی برای من خیلی مهم و ضروریه. دولت سوئد از مردمش خواسته تا نزدیک به 2 ماه دیگه سفر خارجی نداشته باشن. به خاطر همین ورود توریست‌های خارجی به کشور داره زیاد میشه. همین باعث شده افراد محلی واسهشون سوالاتی پیش بیاد. این آرشگر که اصالتاً اهل کنت بریتانیاست، گفته تعدادی از هموطنهایش برای اصلاح موی سرشان به سوئد آمدن. این منو شوکه میکنه. وقتی میبینم نمیتونم برگردم کشورم و رفقا و خانوادهمو ببینم، ولی یه عده قانون رو زیر پا میذارن و از اونجا میان سوئد. ولی سوئد از تصمیم اجازه ورود توریست‌های خارجی به این کشور دفاع میکند. نظام پزشکی ما به این باور نداره که بستن مرزها میتونه جلوی شیوع کرونا رو بگیره. برای ما مهمترین مسئله حفظ فاصله اجتماعی و شستن دست هاست و اینکه وقتی به رستوران میرید به مردم زیاد نزدیک نشید. همزمان با شروع فصل تعطیلات در اروپا، مقامات سوئدی تلاش می‌کنند توریست ها را هم تشویق کنند که مثل شهروندانشان توصیه های پزشکی را رعایت کنند تا روزی که شرایط دوباره به حالت اول برگردد. مری ساویج، بی بی سی نیوز، استکهلم.
علی مشتری‌زاده وکیل دادگستری در تهران بازداشت شد. علت بازداشت آقای مشتری‌زاده اعلام نشده. او در آخرین توییت خود با اشاره به آغاز دادرسی در پرونده فساد در قوه قضاییه نوشته بود پرونده‌هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات به گفته او فاسد از جمله بیژن قاسم‌زاده و غلامرضا منصوری صورت گرفته باید مورد بازبینی قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه ایران به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل خود دستور داد بازگرداندن متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی رو که از ایران خارج شدن پیگیری کنه. ابراهیم رئیسی از کشورهایی که به گفته او به مفسدان اقتصادی پناه دادند انتقاد کرد. اخیراً اعلام شد غلامرضا منصوری که پیشتر قاضی اجرایی لواسان و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بود متهم به گرفتن رشوه کلان ارزی است و از ایران متواری شده. کسانی که نارسایی کلیه دارن، دیالیز میشن یا پیوند کلیه انجام دادن چطور میتونن خطر ابتلا به کرونا رو به حداقل برسونن؟ نازنین معتمدی جواب سوالات شما رو درباره آسیب‌های کلیوی بیماری کووید 19 از دکتر لادن گلستانه گرفته. آیا کسایی که نارسایی کلیه دارن یا کلیهشون رو پیوند زدن بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا هستن؟ چرا بعضی از افراد سالمی که بیماری زمینه‌ای ندارن بعد از اینکه مبتلا به کووید 19 میشن کلیهشون به شدت دچار آسیب جدی میشه؟ امروز به سوالاتون در مورد بیماری‌های کلیوی و کرونا جواب میدیم. همچنان با هشتگ از ما بپرس پرسشاتون رو به تلگرام ما @bbc شما بفرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز در قرنطینه مهمان ما دکتر لادن گلستانه هستن، متخصص کلیه از نیویورک. خیلی خوش اومدین خانم دکتر. خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم کمکی باشم. سوال محمود رو بشنویم. مادر من یه بیمار کلیویه و یکی از کلیه‌هاش رو از دست داده و کلیه دیگه‌اش هم که مجاریش دچار مشکل شده بوده عمل کرده و اون کلیه الان سایز نرمال نداره و پروتئین دفع می‌کنه و دکتر گفت چون وضعیت کلیه اینجوریه جای نگرانی نداره، اما خیلی باید مراقب باشی که به کرونا مبتلا نشی. خواستم راهنمایی کنید ببینید که چه راهکاری باید انجام بدیم برای جلوگیری از کرونا. توصیه دکترتون درست بوده، با یه دونه کلیه و پروتئین توی ادرار یکم به نظر میاد که کلیه خیلی درست کار نمی کنه. وقتی اینجور اشکالاتی هست باید خیلی مواظب باشین که تو جای پرجمعیت نرین. اگه مجبورین که برین تو جای پرجمعیت برای خرید منظور دیگه، حتما باید ماسک گذاشت و حتما با دستکش همه چی رو دست داد. اما بهترین توصیه اینه که خونه بمونیم. دکتر گلستان، اگر این افراد مبتلا بشن به کووید 19 چه اتفاقی میفته براشون؟ کسی که فکر کنید که یک کلیه‌اش رو از دست داده. حالا از نظر اینکه یک کلیه از دست دادن ندادن خیلی خطری نداره، برای اینکه خیلی هستن که یک کلیه دارن تمام عمرشون و نمیدونن یک کلیه دارن. آدم میتونه با یک کلیه خیلی سالم باشه، اما در این بیماری که ماهرشون دارن به نظر میاد که یه دونه کلیه هم که دارن کوچیکه و پروتئین هست توی ادرار. این چیزای خطرناکی میتونه باشه و وقتی کووید 19 اثر میکنه رو آدمایی که کلیهشون درست کار نمیکنه ممکنه کار به دیالیسیس یا دیالیز برسه. پرسش مسعود رو بشنویم. مادرم نارسایی کلیه داره و دیالیز میشه. چه کارهای خاصی هست که این بیماران کلیوی باید انجام بدن؟ بله، این سوال مهمیه، برای اینکه اونایی که دیالیز میشن میرن توی یک کلینیک یا سالونی که با بقیه مریضای دیالیز توی جا هست، حبس هستن. برای همینه باید خیلی مهمه که این سالون دیالیز یه جوری نقشه کشی بشه که این مریضا از همدیگه فاصله داشته باشن و همیشه با ماسک دیالیز بشن. این کووید 19 یکم فکر می‌کردیم که خطرناک باشه برای مریضای دیالیز، برای اینکه ایمیون سیستم یکم ضعیفه تو مریضای که رو دیالیز هستن، اما تو حالا مقالات پزشکی خیلی نشون نداده که خطرشون خیلی زیادتر باشه از اونایی که دیالیز نیستن.
دکتر گلستان، گزارش‌های اخیراً منتشر شده که نشون میده فرد میتونه سالم باشه بدون هیچ بیماری زمینه‌ای، ولی وقتی کووید 19 رو میگیره کلیه‌اش به شدت آسیب میبینه. دلیل این چیه؟ با عفونت‌های دیگه معمولاً بدن داره مبارزه میکنه با عفونت و کلیه تحت تاثیر قرار میگیره، اما با کووید 19 به نظر میاد که ویروس داخل کلیه میره و حمله میکنه به کلیه. و به نظر میاد از مقاله‌هایی که از چین و اروپا در اومده که پیدا کردن توی پاتولوژی که ویروس توی کلیه بوده، و از این نظر میتونه اثر زیادی داشته باشه رو اونایی که پروبلم کلیه اصلا ندارن. خیلی ممنون. سوال مهران رو بشنویم. من هم تیروئید کمکار دارم، هم فشار خون بالا دارم، کلیه عمل کردم، کلیه سنگساز دارم و بنا به شرایطی که دارم مجبورم برای کار برم سالا دنبال کار سر کار. چی کار باید بکنم که کمتر در مرز خطر باشم ضمن اینکه سیگارم مصرف کنم؟ اگه کلیه درست کار بکنه، تا حالا تجربه نداشتیم که لزومن کلیه سنگساز کرونا 19 اثری روش داشته باشه. البته بعضی از این بیماری‌هایی مثل فشار خون، مثل قند، دیابتیز، اگه این کلیه رو سنگساز کرده باشه، اون بیماری‌ها میتونه به کووید 19 بیشتر ریسک رو ببره بالا، یعنی خطر رو ببره بالا. این آقا گفتن که سیگار میکشن و فشار خونشون بالاست. این دو تا چیز متاسفانه میتونه یکم ریسک رو ببره بالا برای کووید 19. توصیه اینه که اگه میتونن سیگار نکشن، در ضمن فشار خونم میتونن با دوا کنترل بکنن و تا اونجایی که شده باید پرهیز بکنن نرنجه های پر جمعیت یا ماسک بزنن هر جایی که میرن سر کار و مرتب باید دستا رو شست. علی سوال کرده که من کلیه‌مو پیوند زدم و دارو مصرف میکنم، آیا لازمه در این دوران دوز دارومو تغییر بدم؟ بله، اونایی که پیوند کلیه دارن خطرشون زیاده با کووید 19. ما دیدیم تو بیمارستانمون و چند تا خبر از بیمارستان دیگه اومده که خطر زیادی هست با اونایی که پیوند کلیه دارن و دوا میخورن برای پیوند کلیه. این دواها سیستم ایمیونو ضعیف میکنه و ممکنه که این دلیلیه که کووید 19 اثر زیادی داره و یکم خطرناکه برای این مریضا. اونایی که پیوند کلیه دارن باید خیلی خیلی پرهیز بکنن، خیلی مواظب باشن که جایی نرن که جمعیت زیاد هست، و اگه مجبورن برن جایی که آدمای دیگه هستن باید حتما ماسک بزنن و خیلی خیلی پرهیز بکنن. خیلی ممنون دکتر گلستانه. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC فارسی @BBC شما بفرستید. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.